خانم آقایان، اکنون آقای دکتر علی سعدوندی به ما ملحق شدند. خیلی خوش آمدید آقای سعدوندی، خیلی ممنونم که قبول کردید که همچنان در آن ایر حضور داشته باشین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای سعدوندی، شما موضعتون نسبت به آنچه که دولت ارائه کرده به مجلس، این اراده‌ای که در دولت وجود داره برای حذف ارز 4200 تومانی، دیدگاهتون چیه؟ بله، ببینید، ما مدت هاست همین افرادی که الان در دولت حضور دارند یا در مجلس حضور دارند، سال هاست دارند فریاد میزنند، هشدار میدهند که این ارز 4200 راندهای بزرگی رو به بخش خاصی در اقتصاد کشور منتقل کرده. سوال اینجاست که اصلا این سه ماهی هم که دولت سر کار اومده، چرا زودتر اقدام به حذف این رانت بزرگ نکرده؟ دقیق میفهمم. ببینید، این رانت انقدر بزرگه که افراد میرن میگردند، افراد با ظاهرهای مختلف با عقاید مختلف رو سعی میکنن توجیه کنن که این روش ناعادلانه ادامه پیدا بکنه و معمولا از سیاست management by fear یا سیاست مدیریت جامعه از طریق ترس اقدام میکنن. یعنی شما میبینید که این ارز 4200 مطلقاً تأثیری نذاشته، قیمت مرغ در طی چند سال گذشته چندین برابر شده، نشون داده که اصلا ارز 4200 نتوانسته قیمت مرغ رو کنترل کنه. قیمت برنج و شکر چطور که اونا رو کنترل شده به نظر شما؟ نشده. شما که نشده، پس هیچ کدوم، پس این روش که اونها در واقع به نوعی خارج شدن از ارز 4200. بله، دقیقاً همینطوره. یعنی نشون میده که آزمایش ارز 4200 که حذف شده منجر به افزایش قیمتشون شده. به مهمان قبلی آقای ظاهری معتقد بودن که این اقدام یک شوک به بازار و یک شوک به مردم وارد میکنه، دیدگاه شما چیه؟ بله، ببینید، اینها 50 سالی که این توجیه انجام میشه، از قبل از انقلاب شروع شد، از زمان آقای هویدا سعی کردن که از طریق قیمت‌گذاری، سیاست‌های تعزیراتی نرخ تورم رو کنترل کنن. 50 سالی که این شرایط ادامه داره، نرخ تورم کنترل نشده. همون روش سابق هم، یعنی دقیقاً روش سیاست اقتصادی دولت در زمینه قیمت‌گذاری، دولت جدید با دولت قبلی هیچ گونه تفاوتی فعلا ندیدیم. دقیقاً می‌فهمم، همون شعارها داره داده میشه، میگن نظارت مشکل داشته، در حالی که بله، قیمت شکر افزایش پیدا کرده، قیمت برنج افزایش پیدا کرده، قیمت مرغ هم افزایش پیدا کرده، قیمت کالاهای هم که مشمول 4200 نبودن افزایش پیدا کرده. این نشون میده همه با هم افزایش پیدا کردن. پس این که ما بیایم یک استدلال ناقصی رو مطرح کنیم و مطمئن باشید وقتی چنین جوی در جامعه به وجود میآورن که یک سری اقتصاددان رو به عنوان اقتصاددان نخبه میبرند در محفل حضور پیدا میکنند، همه یک صدا مخالفت میکنند، همه یک صدا اعلام میکنند که در واقع با حذف ارز 4200 انتظارات تورمی بیشتر از این خواهد شد، چون انتظارات تورمی الان خیلی بالا هست، این واقعیت های جامعه ماست، نمیخوایم بپذیریم، پس انتظارات تورمی بالا هست. اما اگر که این به یک اجماعی رسیدیم، به جامعه اینجور تلقین کردیم که نرخ تورم از این هم بالاتر میرود، مطمئن باشید نرخ تورم از این هم بالاتر خواهد رفت. این رو در اقتصاد تحت عنوان سلف فولفیلینگ پروفسی میشناسن، یعنی پیشبینی های خود محقق شونده. یعنی برنامه که الان شما زحمت میکشید و مرتب دارید القا میکنید به مخاطب که وضع بدتر خواهد شد، قیمت ها بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد، ارز 4200 هم الان حذف نشه قیمت افزایش پیدا خواهد کرد، چون ما القا کردیم به تک تک افراد، به هر خریدار. ببینید، شما اگر حتی در جیبتون پول زیادی هم باشه، اگر توجیه نشده باشید که قیمت بالاتر بپردازید، قیمت بالاتر نخواهید پرداخت. دقت می‌فرمایید، در شرایطی افراد میپذیرن که قیمت بالاتر رو پرداخت کنن که انتظار تورمی شکل گرفته باشه. الان داره انتظار تورمی شکل میگیره. مرتب ببینید، حرفای پوپولیستی، حرفای قشنگ در جهت حمایت از رانت الان داره انجام میشه، داره به جامعه القا میشه که شرایط نامطلوبی هست. گروه دیگه ای از اقتصاددان ها یا افرادی که کارشناسی دارن یا حداقل دارن ابراز نظر میکنن، محاسبه کردن و میگن که مثلا نرخ مرغ از 30 تومن میشه 75000 تومن. یا کارشناسی شما اینو کارشناسی, کارشناسی کردن دیگه، یا ادعاست، ادعا که همیشه داره انجام میشه، ادعایی است که 50 سال ادامه پیدا کرده. به نظر شما با افرادی بدون هیچ گونه تورم، افرادی بدون هیچ گونه صلاحیتی میان یک عددی رو مطرح میکنن، همون جور که عدد 4 تومن مطرح میشه برای ارز، همون طور که عدد 8 تومن مطرح میشه. اگر ارز 4200 نمی داشتیم، اگر ارز رو تک نرخی کرده بودیم در دولت قبل، من برداشتم اینه که الان قیمت ارز نصف قیمت ارز بازار آزاد در شرایط فعلیه، یعنی هم در قیمت نیما بهتر بود و هم قیمت، ولی این برداشتی که من دارم برداشته، این که من بیام بگم کارشناسان ما محاسبه میکنن، کدوم کارشناسان؟
کدوم کارشناسان؟ چرا همون کارشناسان نمیان توضیح بدن؟ چرا این محاسبات منتشر نمیشه هیچ وقت؟ اینها شایعاتی است در جهت القاء انتظار تورمی. شما معتقدید که جفسازی داره اتفاق میفته؟ بله قطعا معتقدم که جفسازی داره صورت میگیره و قطعا معتقدم که افراد اقتصاددانانی که با دولت در ارتباط هستن، با حاکمیت در ارتباط هستن، برای اینکه حذف نشوند، برای اینکه بعداً مشکلی پیش نیاد، برای اینکه شما ملاحظه فرمودید چند بار قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، انتظارات تورمی هم افزایش داده، مطلقاً روی تورم تأثیری نگذاشته، زیر 1%. من مثال می‌زنم خدمت شما، قیمت بنزین 2 سال پیش افزایش پیدا کرد، مردم ملتهب شدند، نگران شدند، انتظارات تورمی به وجود آمد، ولی تأثیری که روی نرخ تورم داشته کمتر از 1% بوده. اگر محاسبات قرار کارشناس محاسبه کنه، باید این محاسبات رو انجام بدهند که هیچ وقت اعلام نمیشه، که هیچ رسانه‌ای نیست که واقعیت رو به مردم بگه. شما معتقدید که گران شدن قیمت بنزین در زندگی مردم تأثیر نداشته؟ قطعاً تأثیر داشته، اما 1%؟ بله، اما اون که شما میروید پول چاپ میکنید بدون اینکه مردم بدانند، میروید آقای ریاست سازمان برنامه بودجه همه دولت ها نامه می نوشتن به همه ریاست جمهورها بدون اینکه جمهور اطلاع داشته باشند. ریاست جمهورها همه پاراف کردن بانک مرکزی که بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار بده. اون دلیل اصلی تورمه، چرا اون محکوم نمیشه؟ آیا این توجیه میشه؟ ما از این طرف داریم پول چاپ میکنیم، تورم در جامعه القا میکنیم، از طرف دیگه آیا این توجیه میکنه برای ما که تنها منبع ارزی کشور که ما در این سالها داشتیم، یک چیزی بالای 30 برداشت آخری که بنده اطلاع که ندارم، که از همین برنامه‌ای که شما داشتید متوجه شدیم ما کارشناسان هم مورد اعتماد نیستیم به ما اعتماد کنن. ما از یک صحبت‌هایی که دوستان نزدیک به در واقع قدرت. دو قدرت یک وقتی میاد صحبت میکنه متوجه میشیم 32 میلیارد دلار ارز 4200 رو ما در اختیار ویژه خاران قرار دادیم. 32 میلیارد دلار. کی یعنی ویژه خاران؟ کیا ویژه خاران؟ کسانی هستند که این ارزو دریافت کردن که واردات انجام بدهند، که دولت میگه من توانایی ندارم، باید فلان وارد کننده این ارز رو وارد کنه، که الان اخیرا هم حالا من شاید فسادی به وجود آمده، فردی دستگیر شده به خاطر همین قضیه، همین تخصیص هایی که انجام شده، همین تخصیص های نادرستی که انجام شده. اینها منافع بسیار کلان میبرند و عجیب اینجاست که هرچه شما ارز رو در نرخ پایین تر کنترل میکنید، نرخ ارز بازار آزاد بالاتر میرود. مردم برن چک کنن ببینن در 50 سال گذشته آیا این اتفاق بارها و بارها و بارها افتاده یا نیفتاده. ما ارز 7 تومن کنترل میکردیم، ارز بازار آزاد 100 تومن بوده، ارز 300 تومن کنترل میکردیم، ارز بازار آزاد 900 تومن بوده، الان ارز 4200 کنترل کردیم، ارز بازار آزاد شده 28 تومن. این تفاوت رو چه کسی خواهد برد؟ چرا این افزایش پیدا کرده؟ من خدمت شما عرض میکنم، ارز 4200 رو دریافت میکنن، میرن مثلا کنجاله وارد میکنن، میرن روغن وارد میکنن، میرن به قول شما مواد اولیه دارو وارد میکنن. بخشی چوب بستنی؟ نه، با ارز 4200 چوب بستنی وارد نه، اگرم وارد شده بالاخره باید بری بررسی بشه، ولی قطعا عمده نبوده. اصلا مگر ما چقدر چوب بستنی؟ آقا چرا بحث رو به ابتذال بکشونیم؟ مگر ما چقدر چوب بستنی مصرف میکنیم؟ آقا مگر این ملت ایران چقدر دسته بیل خریدن که اینقدر میگیم آقا ما با ارز رفتیم دسته بیل آوردیم؟ نه، واقعیت اینه که رفته روغن وارد شده، کنجاله وارد شده، دقیق میفهمید؟ ولی در اختیار اساسی هستن. بله ولی در اختیار کی گذاشته شده؟ در اختیار وارد کننده، در اختیار بزرگ مردان ثروتمند ایران قرار گرفته، افرادی که ارتباطات تنگاتنگ با دولت دارن، ارتباط بسیار محکم دارن. هیچ کس نمیاد به اینها ایراد بگیره که این روش داره انتقال ثروت صورت میگیره از 85 میلیون نفر به کمتر از 1000 خانوار. چرا در مورد این کسی حساسیت نداره؟ چرا سعی می‌کنیم توجیه کنیم این فسادی که وجود داره، این رانتی که وجود داره؟ تعریف رانت هم درست مشخص نمی‌کنیم. رانت یعنی اختلاف قیمت، یعنی همین که یک نرخ 4200 شما دریافت می‌کنی، یک قسمتشو با نرخ مسبب دولت می‌فروشی، یک قسمتشو بالاخره از زیر میز می‌ری در بازار آزاد می‌فروشی، ثروت عظیمی کسب می‌کنی. اون کسی که ثروت میلیاردی می‌بره، اگر شما جای اون بودید، آیا ثروتتون رو داخل کشور می‌گذاشتید و ایثار میکردید یا ثروت از کشور خارج میکردید؟ شما جواب بده. تجربه نشون داده که خارج میشه. با کدام نرخ؟ با نرخ 28000 تومان. با نرخ 28000 تومان. یعنی اینجا شما ارز 4200 تزریق میکنید، اونجا ارز 28000 تومان میشه 30000 تومان، میشه 32000 تومان، میشه 34000 تومان. باور ندارید امروز تونستیم از ارز یک مقدار بیاریم پایین تا حد 28000 تومان برسونیم. این ارز 4200 ادامه داشته باشه، منابع ارزی دولت کامل تخلیه خواهد شد، اون وقت شما ببینید قیمت ارز بازار آزاد به کجا خواهد رسید.
اینها مشکلات اساسی کشور ماست. همینو میخواستم بپرسم که پیش بینی شما اگر یک سال آینده، در طی یک سال تا دو سال آینده ارز 4200 هست نشه، پیش بینی شما بر اساس آنچه که داده ها و اطلاعات هست چیه؟ پیش بینی بنده این هست که اگر ما دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور نداشته باشیم، اگر دسترسی به منابع حاصل از فروش ثروت مثل نفت و در واقع فروش محصول از پتروشیمی نداشته باشیم و این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما به جای خوبی نخواهیم رسید. این برای من قطعیه. ببینید ما یک شوک، به قولش میگم مثلا شوک مرغی میخوان بدن الان. خب این شوک مرغی رو من الان میبینم، اون شوک بزرگ رو نمیبینید یک سال دیگه، دو سال دیگه؟ همین امروز اگر ما 3 سال پیش 4 سال پیش بنده هشدار میدادم در مورد نرخ تورم، تورمی بود 8% بود، همه مردم قبول کرده بودن، ولی تورم واقعی چقدر بود؟ بعدها دیدیم که وقتی شما اعلام میکردید تورم 50% هیچ کس قبول نمیکرد، میگفتن سبد کالاهای ما بالای 100% افزایش پیدا کرده. غیر اینه اون زمانی که 8 تومن بود، دوستان شما، مهمانان برنامه شما کدومشون اومدن هشدار بدهند که ما داریم وارد شرایط سنگین تورمی میشویم؟ تازه کشور ما شانس آورده. الان هم خدمت شما عرض میکنم اگر دولت، خدای نکرده، اگر بانک مرکزی، اگر دولت از منابع ارزی به طور کامل تخلیه بشه، وضعیت خوبی پیدا نخواهیم کرد. و اینهایی که میان عوام فریبی میکنند، از پوپولیسم تبعیت میکنند، اینها کشور رو به لبه پرتگاه خواهند برد متاسفانه. نرخ معقول دلار در حال حاضر در بازار باید چقدر باشه؟ نرخ معقول بستگی داره که کدام رژیم ارزی رو شما در نظر بگیرید. اگر دلار 28000 خورده ایه، قیمت منطقی چقدر هست؟ متاسفانه با توجه به اینکه رشد نقدینگی ما بسیار بالاست، یعنی ببینید ما یک کریدور نقدینگی داشتیم حتی در زمان تحریم گذشته یا در زمان جنگ، در تمام این زمانها، در تمام این 40 سال تحریم ها ادامه داشته، ولی کریدوری که رشد نقدینگی رو ما داشتیم بین 20-30% بوده. چرا الان باید برسه به 45%؟ چرا؟ برای اینکه بودجه بسیار انبساطی بستیم. بنده شاید تنها اقتصاددانی بودم که هشدار دادم ماه اسفند، چه کسی صحبت بنده رو شنید؟ الان وارد یک شرایط با نرخ نقدینگی، رشد نقدینگی بسیار بالا شدیم، باید جلوش گرفته بشه. وقتی میخوای جلوش رو بگیریم مشکل به وجود میاد، جای دیگه مدیریت این کار مشکل میشه. با این مسائل متاسفانه من برداشتم این است که نرخ تعادلی ارز الان قیمتش بالای 20000 تومان هست و این محاسبات ساده ای داره، مردم میتونن ببینند. فردی هم هست میگه 4 تومن قیمت ارز. اگر میخوای زود باور باشید و باور کنید، سالهای سالی که این قضیه اتفاق افتاده، به شما گفتن نرخ ارز باید، و چرا 4000 تومن؟ چرا 4000 تومن؟ اگر تو میتوانی نرخ ارز 28000 تومنی رو تحت تحریم بکنی 4000 تومن، خیانت کردی. چرا 4000 تومن؟ بکن 1000 تومن، بکن 500 تومن، بکن 100 تومن، بکن 7 تومن، بکن 6 تومن که از زمان قبل از انقلاب پایین‌تر باشه. دقت فرمایید، ما که قرار شعار بدیم، وقتی قرار شعاری بدیم که کاملا میتونه عملی بشه، ما همین امروز میتونیم اعلام کنیم آقا به خودی ها با نرخ 6 تومن ارز میدیم، بفرمایید تشریف ببرید استانبول، تشریف ببرید دبی، خونه بخرید، بعدم از اونجا تشریف ببرید بورلی هیلز امریکا زندگی بکنید. ما میتونیم منابع ارزمون اینجوری تخلیه کنیم، کاری نداره. اگر از سر بی‌مسئولیتی افراد بیان ادعا کنند، کار به اینجا میرسه. آیه سعدوندی، اون چیزی که در واقع شما دارید پیش بینی میکنید، پیش بینیه که اگر اتفاق نیفته معتقدید که یک کشور به لبه پرتگاه میرسه به لحاظ اقتصادی. مجلس در واقع لایحه دولت رو از قید دو فوریتی خارج کرده و به شرایط معمول برگردونده. به نظر شما مجلس چرا این کار کرد؟ به نظر من چون دولت توپ رو در زمین مجلس انداخت، مجلس هم جا خالی داد. خیلی راحت، هیچ کس مسئولیت نمیپذیره، شرایط بحرانی شده، کسی مسئولیت نمیپذیره، همه هم ماشاءالله پوپولیست هستن. عوام فریبی ادامه داره، هر کسی سعی میکنه سبقت بگیره از دیگری. یک مقدار باید به صداقت برگردیم، به اصول علمی برگردیم. ما با این روش نمیتونیم مردم رو داشته باشیم. سطح سوشال کپیتال، سطح سرمایه اجتماعی متأسفانه داره کاهش پیدا میکنه. من صحبتم این است، اگر میخواهید این شرایط رو کنترل کنید، با مردم صداقت داشته باشید. لااقل از افرادی که با مردم نزدیک هستند، مورد قبول مردم هستند، از این افراد نظر بپذیرید، با این افراد تعامل داشته باشید. آقای سعدوندی، اون چیزی که در واقع تمهید دولت هست برای اتفاق افتادن حذف در واقع دلار 4200 تومانی، اینه که یارانه رو افزایش بده به مردم. این خودش در واقع ایجاد تورم نمی‌کنه، نقدینگی رو قطعا نمی‌کنه. عرض کردم خدمت شما، تورم از چاپ پوله. اگر شما انتقالات مالی داشته، نقدینگی در جامعه وقتی افزایش پیدا میکنه، این منجر به تورم نمیشه؟ نقدینگی افزایش پیدا کنه منجر به تورم میشود، ولی این که شما به مردم پول بدهید منجر به تورم بشود، مطلقاً چنین چیزی نیست. اینها ساخته و پرداخته افرادی است که یک کلمه اقتصاد نمیدانند.
اگر شما حجم نقدینگی رو افزایش بدید، اگر پای پولی رو افزایش بدید، اگر نظام بانکیتون رو کنترل نکنید، اون دوستانی که چون میخوان بانک‌های خصوصی هم مصادره کنن خودشون بشن مدیر عامل، مرتب میگن بانک خصوصی. همین بانک دولتی ما که بدترین عمل کرده داشته، بزرگترین بانک دولتی ما، چرا در مورد اون انتقاد نمیشه؟ باید در مورد همش انتقاد بشه. کل نظام بانکی ما داره خرق پول میکنه، نظارتی بر نظام بانکی وجود نداره. دقیق میفرمایید اینها باید مورد نظر قرار بگیره. چرا از متخصص در نظام بانکی استفاده نمیشه؟ آیا از متعهد داره استفاده میشه؟ در اونم بنده شک دارم. تا وقتی این وضعیت هست، نقدینگی داره چاپ میشه، تا وقتی که ما از متخصصین در بودجه ریزی کشور استفاده نمیکنیم، نظر متخصصین رو در نظر نمیگیریم، تا وقتی که تفکیک بودجه ارزی از ریالی انجام ندادیم، از اون طرف دولت داره از نظام بانکی استقراض میکنه، از این طرف افرادی که تحت عنوان کانکتد لونز یا وام های مرتبط، افرادی که به بانک ها نزدیک هستن، دارن در واقع پول دریافت میکنن، پرداخت نمیکنن، حجم نقدینگی میره بالا. این باعث تورمه. حالا که قراره پرداخت، اتفاقا این که شما میبینید در امریکا، در کانادا، برای مبارزه با کرونا دقیقا هدفمندی یارانه های ما، یارانه مستقیم نقدی یکسان انجام شد، به دلیل همین تجربه بود که ما داشتیم. یعنی تجربه قبلی هم که هدفمندی یارانه ها انجام دادیم، مطلقا تأثیری هدفمندی یارانه ها بر تورم نداشته، بلکه افزایش پای پولی و افزایش نقدینگی بوده که تورم به وجود آورده است. دقت میفرمایید آقای سربندی، برای ما مردمی که علم اقتصاد رو نمیدونیم ولی زندگی روزمرهمون رو داریم میبینیم، جیبمون رو داریم میبینیم، خریدمون رو داریم میبینیم، یادمون نمیره که یه ژلوفن ساده رو، قرص ژلوفن برای سردرد رو 2000 تومان میگرفتیم، بعد که در واقع افزایش قیمت اتفاق افتاد الان شده 15-16,000 تومان هر ورقی. این در حالتی هستش که داره ارز 4200 براش خرج میشه. اگر برداشته بشه چه بر سر کالای اساسی مثل دارو میادش؟ حالا دارو یک نمونه است، باقی در واقع نیازها هیچی مطلقا. شما میدونید که حاشیه سود شرکت های دارویی ما بین 20-50-60%. بنابراین افزایش قیمت دارویی که شما ملاحظه میکنید ربطی به ارز 4200 نداره. وقتی ارز 4200 رو شما حذف کنید، اصل ارز 28 تومن بذارید، حاشیه سود این شرکت ها کاهش پیدا میکنه. تا اگر بازار رقابت کنید هیچ افزایش قیمتی نخواهید داشت. مسئله اصلی اینه که همه قیمت ها دارن بالا میروند، همه قیمت ها متاسفانه دارن رشد میکنن. فقط نکته آخر رو خدمت شما عرض کنم، جیبتون رو دارن خالی میکنن به اسم ارز 4200. در اختیار یک تعداد بسیار معدودی خانواده های بسیار ثروتمند قرار میدن و متاسفانه شما تصورتون این هست که با این روش میشه تورم رو کنترل کرد، در حالی که بدترین شرایط تورمی رو با همین ارز 4200 متاسفانه ایجاد کردیم در کشور و متاسفانه کسی نمونده که در مقابل این بی اخلاقی، در مقابل این بی سیاستی بیسته. اگر شما ببینید الان دولت سعی کرد که ارز 4200 رو حذف کنه، چون میدانست که در پشت صحنه چه میگذرد، میدونست که دسترسی ما به ارز تا چه حد کاهش پیدا کرده، میدونست منابع کشور رو چگونه ما داریم هدر میدیم، ولی متاسفانه کسی حاضر نیست هزینه بده از طرف متخصصان، ولی از طرف عوام فریبان این گرگ سال هاست که با گله آشناست متاسفانه. سپاسگزارم. متشکرم دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در این آن ایر با ما بودید.